ولی آیا زمانی که ما میخواییم که با یک هویت واحد که همه را در بر بگیره برسیم، آیا باید از این هویت های خود بگذاریم؟ سوال بسیار بجا است. از نظر من ایجاد یا برپایی هویت واحد هرگز در تقابل با هویت های موجود نمی باشه و نیست. یکی هویت هایی است که بر اساس امو داده های طبیعی که شما یاد کردین، یعنی زبان، فرهنگ، دین و سایر مسائل که در حقیقت طبیعتا نژاد مشترک، زبان مشترک، دین مشترک و همه چیزهایی که از قبل داده شده و هویت ها وجود داره، هویت ها نمیتونن از بین برن چون هویت ها ساخته نشدن. هویت ها وجود داره و ای در یک فرایند به وجود آمدن و هیچ کس هم حاضر نیست که از هویت های خود بگذره. ولی از نظر ما ایجاد هویت واحد شهروندی یا هویتی که آزاد از وابستگی های اینی هویت های دیگه با وجود می آید، این در تقابل با این هویت ها قرار ندارد. این هویت واحد و سراسری را ما فکر می کنم که باید بر اساس مشارکت سیاسی با وجود بیاید، یعنی داشتن یک دولت مشترک و خواست مشترکی که ما همه ما میخواهیم در این کشور زندگی بکنیم و نهاد سیاسی داشته باشیم که رهبری جامعه مشترک ما را به دوش بگیره. این نوع مشارکت این زمینی از ایران مساعد میسازد که ما یک هویت واحد داشته باشیم. همین هویت واحد یا ملتی که از بستر مشارکت سیاسی برمیخیزه و به نام بعضنی را به نام ملت شهروندی، ملت سیاسی یاد میکنن، این میتونه بر ما هویت تازه را که از یک طرف در تقابل با هویت های موجود ما قرار نداره و از جانب دیگه استحالی از این هویت ها را مطالبه نمیکنن بلکه تکمیل میکنن. با او خاطر ای ممکن است و ای هویت شهروندی، ای هویت مشترک سیاسی، داشتن دولت مشترک و داشتن خواست مشترک به خاطر زندگی در کشور مشترک، این ممکن است و فکر میکنم که پیشنهاد ما در این بحث امی خواهد بود که ما بریم به سوی از این که اینی هویت مشترک سیاسی را به وجود بیاریم که در این هویت مشترک سیاسی همه اعضای همه اقوام و اعضای همه هویت های دیگه خود پیدا بکنن و این هویت هویت شهروندی است و این ملت ملت برخواسته از بستر جامعه شهروندی است. یک مطلب بسیار در این رابطه جناب آقای کاوون مطرح می باشه که خب بالاخره اقوام وجود داره و این هویت هایی که خدمتان عرض کردم وجود داره و اینا خواسته های گروهی دارن. اینی خواسته های گروهی را چگونه می تانیم برآورده بسازیم؟ تا حال تا جایی که به دولت ارتباط می گیره بیشتر این خواسته ها را فکر میشه که اگر
حاکمیت متمرکز غیر متمرکزه. ما انتخاب بکنیم در مدیریت دولتی که در این حاکمیت غیر متمرکز از یک سو صلاحیت ارگانهای دولتی که در محلات وجود دارند ارتقا پیدا بکنند و این ارگانهای مشارکت مردم در این ارگانهای محلی هرچی بیشتر شود و این ارگانهای محلی را مردم با رأی خود انتخاب بکنند و صلاحیت‌های از این ارگان‌های محلی در قانون اساسی تثبیت شده باشه تا حدودی که به حل مسائل به محلات ارتباط می‌گیره از یک سو و همچنان با ایجاد خودگردانی‌های محلی که در ادبیات و واژگان سیاسی ما و شما و اداری سیاسی اداری ما و شما به نام شهرداری ها یا شاروالی ها یا علاقداری ها و اینی ارگان های ببخشید شهرداری ها و قریه یاد میشه، قریه‌داری یاد میشه، در اونجا میشه که این خواسته های قومی، خواسته ها یا اینی هویت های دیگر خواسته هایشان برآورده شود. با چه مفهوم؟ من یک ذره واضح تر صحبت میکنم. به طور مثال در یک شهر اگه شما در نظر بگیرین، در اونجا اقوام و هویت‌های مختلف می‌بخشن. زندگی میکنن و مسئله ایتون مطرح میشه به طور مثال که در اینجا هم پشتون ها هستن، هم تاجیک ها هستن، از لحاظ قومی هم هزاره ها همشان هستند. وقتی که خودگردانی محلی ایجاد میشه یعنی مردم محل خود سازمان را ایجاد میکنن که رهبری را در جامعه او بدوش میگیره و در رأس اداری امور نه نماینده دولت بلکه نماینده مردم قرار میگیره و وقتی که نماینده مردم قرار گرفت و مردم هم رأی میده، اگر حالت چنین باشه که اونجا خواسته های قومی مطرح باشه، خب مردم هم کسی را انتخاب میکنن که خواسته قومی شو و خواسته های محلی شو برآورده بسازن. ولی مسئله اساسی در اینجا طوری باید مطرح شود که خود ارگان های خودگردانی های محلی صلاحیت هایشان باید در قانون اساسی تثبیت باشه. این ارگان ها از طرف دولت بلعیده نشن، یعنی دولت برخی از صلاحیت های خود قانونن با خودگردانی محلی تفویض میکنه و او خودگردانی محلی در حقیقت لوایح خود بر طبق قانون نافذ دولت تعیین میکنن و بر اساس از اون رهبری جامعه را که خواسته های همه هویت ها در نظر گرفته شده انجام میدن. یعنی خواسته های گروهی در حقیقت از رای ایجاد حاکمیت غیر متمرکز و به حیث این اصل تکمیلی که خودگردانی های محلی هم در کنار از این وجود داشته باشه و صلاحیت های از این خودگردانی های محلی در قانون اساسی تثبیت شده باشه و این صلاحیت ها و این امکانات از این خودگردانی ها غیر قابل سلب باشه. فعلا چطور است که صلاحیت ها همه در حاکمیت مرکزی به دست حکومت مرکزی است و این حکومت مرکزی بر طبق لزوم دید تفویض میکنه به ارگان های محلی قدرت و اداره دولتی اونمون مقدار صلاحیت را که خود لازم میبینه.